سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو قصد دارم ابزار و در واقع لوازم مورد نیاز برای شروع تکنیک مداد رنگی رو بهتون معرفی بکنم. ابزاری که توی ایران هم قابل دسترس باشه، هم کیفیت خوب داشته باشه و هم قیمت مناسب. یه سری کارها، یه سری برندها توی ایران موجود نیستن، پس ما باید بیایم جایگزین هاشو پیدا بکنیم و کیفیت قابل قبولی داشته باشه که نتیجه کارامون خوب باشه. یکی از اون مارکا که هم خارج از کشور و هم داخل ایران قابل دسترسیه و مورد تایید همگان هستش و خیلی ها ازش استفاده میکنن، فابرکاستل کلاسیکه که توی تعداد رنگ های متفاوت وجود داره. از 12 رنگش هست تا 60 رنگ و جدیدن 100 رنگش هم اومده، طیف رنگش رو گسترده تر کردن که من تا اون ست 60 رو دارم و تهیه کردم تا به الان بهتون نشون میدم. حالا برای شروع خب 12 تایی که خیلی تعدادش کمه، 24 تایی هم کمه، 36 تایی بعضی رنگ های مورد نیاز ما رو نداره و از مناسب ترینش رو بخوام بهتون معرفی بکنم، همه فابره 48 رنگ، 60 رنگش رو هم که اگر بتونید تهیه بکنید خیلی عالی میشه. حالا این یه پک دیگه شه، من تموم کردم به داداشو، یعنی که دارم حالا استفاده میکنم. اینم پکیه که یکی دو تا رنگش رو استفاده کردم و مابقیش فعلا دست زده مونده. خب اما یه در واقع نکته اساسی و مهم رو هم من بخوام بهتون بگم در خصوص اینه که ما چطوری تشخیص بدیم این مداد رنگی اصل هستش یا فیک. چند تا مشخصه خیلی بارز و مهم و قابل مشاهده رو بهتون میگم و از روی همین رو میتونید مداد رنگی مناسب و اصل رو تهیه بکنید. هرچند اون چیزی که اصل ما بخوایم تو ایران اصلا نیستش، باید ساخت جرمنی آلمان باشه، ولی تو ایران حالا تحت نظارت اندونزیش هست، اینجا میدن اندونزیش هست، اینو میتونید تهیه بکنید. میدن آلمانش یا اصلا نیست یا اگرم باشه قیمتش خیلی خیلی بیشتره. اینو پس دقت کنید، رعایت بکنید، توجه بکنید. خب پس یکی از اون مشخصه های بارز و شاخص ظاهریش همین برندی بود که بهتون گفتم پشتش باید هک شده باشه. اونجا گفته Made in Indonesia by Faber-Castell Indonesia. اندونزیه. و میگم که اگر که اصل بخوایم باشه باید این جرمنی باشه، آلمانی باشه، ولی خب توی ایران متاسفانه نداریم، یا اگر هم باشه در واقع خیلی قیمتش بیشتر از این چیزایی که ما الان میبینیم. الان یه ست 36 تایش هم باز استفاده کردم، فقط جلدش مونده، اینم باز میدن اندونزیه. بعد براتون بگم 12 رنگش رو دارم، 12 رنگش هم باز اندونزیه، 60 رنگش رو هم دارم، 60 رنگم اندونزیه. 60 رنگ جلدش رو نشون بدم همچین حالتی، حالا در میارم با هم بررسی هم میکنیم. این پشتش اینجا هم نوشته اندونزی. خب این از این. یه 48 تایی هم که باز از قبل داشتم، اینم باز اندونزیه. پس ببینید اینا اگر اندونزی باشن میتونید بهش اعتماد بکنید. حالا راه های دیگه ای هم برای شناسایی مداد رنگ اصل از فیک رو الان بهتون میگم. اینکه ست 36 تاییش، 48 تاییش اینا تراش دارن حتما، حالا تراشش یا سبزه یا مثلا من این یکی سه تا که دارم آبی بود. تراشا حالا متفاوته ولی خب باید وجود داشته باشه، حالا بهتونم نشون میدم که چه شکلیه. بیارمش. خب این تراش مش در واقع آبیه، اینه این میشه، این یکی هم تراش سبزه، توی این دوتا ست داشتمش. پس تراش رو حتما دارن، حالا ظاهرشون متفاوته دیگه. این از این. بعد حتی توی ست 12 تایشم حتما یه دونه رنگ طلایه رو داره، این طلایه رو داره و حالا
36 تایی 48 تایی و 60 رنگ این خاکستری رو هم دارم. پس این دوتا رنگ شاین و در واقع میتونم بگم متفاوت از بقیه رو دارن، این طلایی و خاکستری اینجاها هم روش وجود داره، سیلور و گولد، نقره‌ای و طلاییش. اینم یه مشخصه دیگه شه. بعد اینکه شکل ظاهری بستتون حتما باید یه همچین مرد حالا زره به دست و جنگجوی باشه که این مداده رو ببینید به این حالت نیزه و تیر و همچین چیزایی گرفته، روش حتما این شکل باشه. حالا بعضی هستن که فیک اسم فابرکاستل رو داره، سایر چیزاش هم ممکنه توی همین حد باشه کیفیت بسته‌بندی اینش، ولی تصویر ظاهری روش متفاوت باشه. یکی دیگه از بارزه و مشخصای اصلی که روی جلدش هم خودش بهش اشاره کرده اینه که بدنش باید شش ضلعی باشه. خب میتونید از توی اگر خرید حضوری رو داشتید از توی جلد ها حالا در بیارید نگاه بکنید، انتها شش ضلعیه به این حالته که خیلی منظم و مرتبه، مثلا چیزی نیستش که شیزلی نامنتظم و اینا نباشه، خیلی منظم دیده بشه. 6 تا زل داره، خیلی هم خوش دسته. بعد حالا اگر هم آنلاین خرید میکنید جایی باشه که قابل اعتماد باشه، حالا یا قبلا خرید کرده باشه یا کسی بهتون معرفی کرده باشه که اعتماد کامل رو بهشون داشته باشه. بارزه دیگه یه مشخصه دیگهش اینه که این انتهای مداد حتما حتما باید کدها درج شده باشن. مثلا این صورتی کده 319 رو داره. این یکی حالت سرخابیه کده 325 رو داره و به همین ترتیب همه مدادهامون کد داشته باشن. این 339 رو داره. به همین ترتیب تا انتها. بعد یه مشخصه دیگهش اینه که این قسمت یه مقداری حالت برجسته باید داشته باشه. بعد از اینکه نوشته کلاسیک کالر، بعد از این قسمت که میاد فابرکاستل رو نوشته، کد رو نوشته و این حالت دوتا علامتی که اینجا هست و اینجا باید یه مقدار حالت برجسته حک شده باشه. اینجا یه مقداری برجسته حک شده باشه. حالا توی تصویر خیلی مشخص نیست ولی خب از نزدیک میتونید طبق اینها خریداری بکنید. توی همه ست ها هم همین مشخصات مهمه. حالا این در خصوص فابرکاستل بود. فابرکاستل در واقع یه کارخانه‌ایه که یه برندیه که چیزهای متفاوت داره به جز مداد رنگی. اونا رو هم به مرور محصولات دیگر رو هم معرفی میکنن، ولی مداد رنگی یک نوع دیگه هم دارن، اینا فابرکاستل کلاسیکه که یه مقداری خشک‌تره، خیلی چرب نیستش و یه نوع دیگه هم داره که اینا چربن و فوق‌العاده کارها رو زیباتر میکنن. حالا من یک تعدادیش رو بیارم بهتون نشون بدم. پولیکروم، فابرکاستل پولیکروم یا پولیکروم به تنهایی توی دیو رنگی خیلی زیاد، در واقع 120 رنگه و قیمتش نسبت به کلاسیک بیشتره چون کیفیتش هم بهتر. حالا مشخصات ظاهریشو بخوام بگم، میتونید به صورت دونه‌ای هم اینو تهیه بکنید، حالا بهتون میگم، ولی فابرکاستل پک دونه‌ای نیست. مشخصش اینه که بدنش گرده همونطور که میبینید، یه بارکود داره، این نوار طلایی انتها رو حتما باید داشته باشه، این قسمت باز مارکش درج شده، پولیکروم اینجا نوشته شده، Made in Germany آلمان رو هم نوشته اینجا. اگر نوشته شده مثلا یه کشور دیگه ای به اصل بودنش شک بکنی، چون باید همین چیزی که من میگم ساخته همین کشور باشه، ساخته حالا تولید محصول از کشورهای دیگه و کارخانه های دیگه نباشه، در همین حد اگه جرمنی باشه یه میتونید اعتماد بکنید به صورت کامل. کد دارن اینا هم، مثلا اینجا 190، اینجا هم اسم رنگ ها رو نوشته، ونتین رد، مثلا اینجا بلک، مشکی و کدش 199
اینا همه رو نوشته اینجا وایت، رنگ سفید و کدش همه اینا رو نوشته. و یه نکته دیگه هم این که اینجا رو حتما حتما دقت بکنید 3 تا ستاره وجود داشته باشه، یعنی کیفیت خوبی داره. حالا ممکنه یه سری فیک باشه یا هر چیز دیگه، اینا به جای مثلا 3 تا ستاره 2 تا باشه یا 1 باشه، اینا کیفیت ها رو نشون میده. پس اینو هم دقت بکنید به صورت کامل. اینو من یه مدل دیگه یه سری گرفته بودم همینطور تکی، به جای اینکه بارکد انتهای مداد درج بشه اینجا مدن یه برچسبی زدم. خب شما دقت بکنید اینی که بارکدش درج شده روی مداد هک شده بهتر از اینیه که اینجا در واقع بارکد روش چاپ شده باشه. خب اینو دقت بکنید حتما. اینم از این. و دونه ای توی این تایمی که الان من دارم ویدیو رو ضبط میکنم یه چیز حدود مثلا دونه 65 70 72 بعضی جا 80 اینطور چیزا میفروشن که میگم چون قیمتش بالا شما میتونید به صورت تکی تهیه بکنید رنگ پوست های مهمش رو، و حالا به مرور زمان مجدد رنگ های دیگرش رو هم تهیه کنید. حالا این چربتره، لایه پذیری بیشتری داره، مثلا یه چیزی هلوش 17-18 تا رنگ رو هم حتی میتونید روی هم بیارید و امتحان بکنید، و چون چربه ضد آب میشه اون نقاشیتون، یعنی در اثر مثلا نم و رطوبت و اینا خیلی کمتر آسیب میبینه. اینجا این فابر کلاسیک خشک‌تره و به صورت پک باید بخرید. مثلا 48 رنگش حدوداً 500 خورده 600 تومنه توی این بازی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم. حالا ممکنه فروشگاه متفاوته و شما ممکنه 1 سال بعد این ویدیو رو ببینید. پس متفاوته قیمتش. حالا این از این دوتا برند که معرفی شد به صورت کامل. حالا اگر سوالی هم داشتید توی کامنت ها میتونید بپرسید. یه برند دیگه که داریم و خیلی بازارش داغ شده و داره رقابت میکنه با فابر کلاسیک MQ هستش. MQ رو هم توی طیف 24, 36, 48 و 72 رنگ میتونید تهیه بکنید. تازگی یا انگار ایرانیش هم اومده که من مارک خارجیش رو دارم ولی ایرانی توصیه نمیکنم. درست حالا میگن حمایت از محصول ایرانی و داخلی، چون خودم تهیهش نکردم نمیتونم قضاوتی بکنم، ولی خب این مارک نالا خارجیشو تهیه کنید بهتره. شکل ظاهریشو هم بخوام بگم اینه، من 72 رنگشو دارم، 6 سلیه سر تهش این شکلیه، بعد کد دارن از 201 شروع میشه تا حالا 0722 72 تا رنگه. اینجا مثلا کد 11 این رنگ نارنجیش، اینجا نوشته MQ color pencil، اینجا هم نوشته شده، اینجا هم نیم و این چیزا. 6 دلیه به این حالته. تعداد رنگ هاش هم 72 تا، کیفیت خوبی داره، چربه، میتونیم 7-8 لایه ازش استفاده بکنیم و چون چربه یه مقداری باید قلقی کار کردن باهاش دستمون بیاد، وگرنه مداد رنگی خوبیه. تیپ رنگ پوست هم داره، حالا عکسش رو براتون میذارم، من خودم اینو تهیه نکردم. رنگ های دیگه هم داره، الان بهتون نشون میدم. ست تیپ پوستش 2 تا ست 12 تایی توی جعبه های فلزی، 12 تا رنگ پوست روشن رو داره، 12 تا رنگ پوست تیره رو داره. خب این 2 تا ست رو کنار هم دیگه میتونید به عنوان ستای رنگ پوست تهیه بکنید و حالا ترکیبی با این مداد رنگی یا برندهای دیگه ازش استفاده بکنید. پس MQ هم برای شروع مارک خوبیه. حالا من بخوام مجدد یه مارک دیگر رو بهتون معرفی بکنم، پریسما کالره. من خودم این مارکو فعلا تهیه نکردم ولی امیدوارم بتونم به زودی تهیه بکنم. یه چیزی هلوهوش قیمتی همون پولیکروم 150 رنگشه نهایتا داریم و تکی اونقدر من ندیدم، مگر اینکه جای محدودی داشته باشم فروش تکیش. اینجا عکسش رو هم حتما براتون میذارم ببینید که ظاهرش چه شکلیه. تقریبا شبیه به پولیکروم همون حالت گرد رو داره
روش اسم، حالا اسم برند و این چیزا نوشته شده و چربه، از پلیکروم چرب تره. و حالا اکثر اونایی که این دوتا رو مقایسه کردن گفتن پلیکروم نسبت پریسما برای گذاشتن حالا جزئیات و اینا بهتره، ولی خب پریسما چربتره و باز میتونیم بگیم کیفیت خوبی داره. یه برند دیگه که حالا میگن ایرانیه سیکلاسه، من اینو هم استفاده کردم، نظرم رو در موردش بهتون میگم. و من 36 رنگش رو دارم. طیف حالا رنگ پوستیش خوبه، بد نیست خب، ولی برای چهره اونقدر توصیه نمیشه، یه مقدار نوکش شکننده است. مثلا برای چی خوبه؟ برای گذاشتن مثلا جنسیت سازی لباس ها، بک‌گراند کارها، برای اینا مناسب تره. طیف رنگ پوستیش هم خوبه، اینا مثلا قهوه‌ای ها رو داره، این رنگ پوست ها رو داره، گلبهیان. 36 تا رنگ متفاوت داره. حالا من دو تا بسته گرفته بودم، یکیشو باز کردم، رنگاش اینه. مشخصات ظاهریشو هم بهتون بگم، 6 دلیه ولی کد نداره، فقط سی کلاسه، کلاسیک کالر پنسل روش هک شده، سوپر اسموس اینا رو داره ولی کد نداره. مثلا اگر شما بخواید استفاده بکنید ازش، خودتون میتونید بعدن طبق کاتالوگ و این چیزا کد براش بذارید، تعیین بکنید. و کیفیت و چربم هستش، حتی نسبت به این کلاسیک چرب تره، ولی یه مقدار مغزشون شکننده است، اینه تراش کردن باید دقت کرد، ولی در کل میتونم بگم کیفیت خوبی داره، برای شروع خوبه، بخصوص برای مثلا کار کردن بک‌گراند و لباس ها و همچین چیزای خوب. آریا هم میگم برند خوبیه، ایرانیه. اینجا عکسشو براتون میذارم، نگاه بکنید توی همین تصویر، پیدا بکنم میذارم براتون. میگن خوبه و مشخصاتش رو هم بخوام بگم، میگن مثل من خودم سفارش دادم فعلا نرسیده، دستم برسه حتما نقد های همین مداد رنگی رو هم انجام میدم. آریا مثل پلیکروم گرده، در واقع بدنه دایره ای داره، چند ضلعی نیستش، ولی کد نداره و به اصطلاح بهش میدم میگن مداد رنگی پلیکروم ایرانی. خیلی این روزها توی بازار پیدا میشه، ازش حرف میزنه و از کیفیت خوبش میان، از چرب بودن و اینکه پیگمنت زیادی داره صحبت میشه. این بود از تجربه من در خصوص استفاده از این مداد رنگی ها. حالا شما اگر سوالی دارید حتما توی کامنت ها مطرح بکنید، اگر حس میکنید توی ویدیو من چیزی رو فراموش کردم بگید حتما، سوال بپرسید پاسخگو هم. و اگر که دوست داری موضوع های بعدیمون دوست داری چی باشه، اگر دوست داشتید نظر بدین که پست ها در واقع ویدیوهای بعدی رو در چه خصوص، در خصوص معرفی باشه، آموزش باشه، تو چه زمینه ای باشه که با همدیگه در خصوصش صحبت بکنیم و حالا در کنار همدیگه از اطلاعات همدیگه استفاده بکنیم و لذت ببریم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. سعی میکنم مطالب خیلی مفید و جامع و کاملی رو در اختیارتون بذارم. این ویدیو فقط در خصوص معرفی مداد رنگی بود. ما ابزار دیگه رو هم برای تکنیک مداد رنگی لازم داریم که طی ویدیوهای بعدی حتما در خصوصش صحبت میکنم، در خصوص همون رنج قیمتی و بعد کیفیتشون و معرفی برندها حتما بهتون توضیحات لازم رو میگم.